توی یک محور مختصات تمامی اعداد نسبت به مبدأ مختصات شناسایی میشن. توی تشخیص طبقات آسانسور هم همین اتفاق میفته. تمامی طبقات نسبت به سویچ های شناسایی شناخته میشن. این سویچ های شناسایی مبدأ تشخیص طبقات برای برد آسانسور. میخوام این مطلب رو بهتر و ساده‌تر روی تابلو فرمان بهتون نشون بدم. سلام رفقا، میخوام این مطلب رو بررسی بکنیم که این سنسورهای مدادی که روی کابین نصبه برای تشخیص طبقات کافی نیستن. چرا؟ چون تمام طبقات این آهنرباها رو برای ارسال پالس استفاده میکنن و آهنرباهای طبقات از همدیگه متمایز نیستن و تمام طبقات یک میدان مغناطیسی و یک سیگنال ارسال میکنن. پس یک مبدأی برای تشخیص طبقات باید وجود داشته باشه. بیایم این مطلب رو بررسی بکنیم. این دوتا سنسور شناسایی یا سویچ شناسایی به عنوان CA1 و CAN اینجا قرار دارن که توی چاه نصب شده. الان سویچ های CA1 فعاله و سویچ CAN غیر فعاله. وقتی که سویچ پایین فعاله، یعنی مبدأ پایین برای تشخیص طبقات، آسانسور روی پایین ترین طبقه است، یعنی طبقه همکف. و وقتی که سویچ بالا فعاله، آسانسور آخرین طبقه، بالاترین طبقه، به عنوان مثال اینجا توقف هفتم رو نشون میده. حالا میخوام این موضوع رو بررسی کنم که وقتی که آسانسور خاموش میشه و اطلاعاتش پاک میشه، چجوری میتونه طبقات رو دوباره تشخیص بده بدون کدوم طبقه است. تو این حالت آسانسور نیاز داره که مبدأ خودش رو پیدا کنه. به عبارت علمی کالیبریشن رانش رو باید اجرا بکنه تا بتونه به سویچ CA1 یا CAN برسه، که اکثر اوقات آسانسورها به طرف پایین حرکت میکنن تا سویچ CA1 رو ببینن و بتونن تشخیص بدن که تو کدوم طبقه قرار دارن. بریم اینو بررسی بکنیم. آسانسور رو خاموش میکنم. کابین آسانسور در واقع بین دو تا سویچ الان قرار داره. چرا؟ چون دو تا سویچ الان غیر فعالن. تابلو آسانسور رو خاموش میکنم. الان حالتیه که کابین آسانسور بین راه قرار داره، تو توقف اول و آخر نیست، سویچ اول و آخر فعال نیست. آسانسور رو دوباره روشن میکنم. وقتی که آسانسور روشن میشه، آسانسور نمیدونه الان کجاست. یک خط تیره توی نمایشگرها داریم میبینیم. تا وقتی که حرکت بکنه، تابلو شروع کرد به حرکت کردن، تا اینکه یکی از این سویچ ها رو ببینه که اکثرا تابلو حرکت میکنه به سمت پایین، تا این سویچ رو ببینه. وقتی که این سویچ رو دید و به سنسور توقف رسید، تابلو دست توقف رو میده و میفهمه که طبقه اوله. این فرایند یعنی که مبدأ تشخیص طبقات ما سویچ های شناسایی هستند که داخل چاه برای ما نصب شدن. این یکی از مواردی بود که مبدأ مختصات شناسایی طبقات، یعنی سویچ های شناسایی، وارد عمل میشن و دوباره فرایند تشخیص طبقات رو به صورت صحیح اجرا میکنن. موارد دیگه هم وجود داره، مثل اختلالات الکتریکی یا تو بعضی از تابلو فرمان ها وقتی کابین آسانسور بین دو طبقه وای میسه، وقتی که دوباره بخواد شروع به حرکت بکنه، بین سنسورها وایستاده و روبروی سنسور توقف نیست، ممکنه که طبقات رو اشتباه تشخیص بده و باز هم سنسورهای شناسایی به کمک ما میان و اجازه نمیدن که آسانسور از حد خودش بالاتر یا پایین‌تر. مطمئنم که این ویدیو به درد دوستای آسانسوری شما میخوره، پس حتما این ویدیو رو برای دوستاتون ارسال بکنید. خیلی ممنون. فعلا.